چیه؟ آی گاز گرفت. جیگر تله ها سلام، صبحتون بخیر. کاظم اومد با یه ماجراجویی دیگه. پشت سر من یه معبد هندوها رو میبینید و اما به خاطر معبد اینجا نیستیم. ما میخواییم بریم بالای این کوهی که پشت سر من میبینید و اونجا بهتون یه سری حیوان خارق العاده نشون بدم. با من همراه باشید و شگفتی های امروز رو ببینید. وارد این مسیر کوهستانی شدیم. در بین راه زیارتگاه های بودایی رو میبینیم اینجا که بودایی ها میان اینجا و نزوات خودشون رو اینجا اهدا میکنن و دعا میکنن دیگه به خدای خودشون. این مسیر بسیار قشنگیه. الان چون آخر هفته است خیلی شلوغه، بریم ببینیم حیوان های وحشی کجان. یه ذره از زیبایی های مسیر لذت ببرید. همونطوری گفتم مسیر کوهستانیه و دیشب هم به خاطر اینکه بارون اومده یه خورده مسیر لغزنده است. یک ساعتی باید بریم و افراد زیادی هم اومدن امروز. معمولا خلوتتر از اینه اینجا. خب من از این قسمت مسیر خیلی خوشم میاد، دقیقا مثل فیلم هاست. با تنه های درخت اینجا رو بچه ها درست کردم. اینا یه سری چینی اینجا زندگی میکنن و این چینی ها خیلی به طبیعت اینجا میرسن برای مسیر. خود مردم هنها، کار دولت نیستشین، خود مردم به صورت داوطلبانه این مسیر رو اینجوری درست میکنن با این تنه های درخت که این از اون حالت صعب العبور بودن در میاد. و خیلی جالبه برام که این مردمی که اینقدر هوای این طبیعتشون رو دارن و شما توی مسیر اصلا به هیچ وجه زباله نمیبینی توی مسیر، یعنی آشغال نمیبینی، کسی آشغال نمیریزه. اگه هم کسی آشغال ببینه ورش میداره جمعش میکنه. این خیلی جالبه. به نیمه های مسیر رسیدم، قلبم داره میاد تو دهنم. مسیر خیلی خوشگلیه، هوا عالی، فقط یه خورده گرمه، نه به خاطر اینکه فعالیت دارم، اینه هوا اونجوری هم حرارت بالا نیست و همچنان در جستجوی گرازهای وحشی. خب اومدیم یه ذره بالاتر به یه منظره خیلی باحال رسیدیم. یه آدم با عشقی اینجا برامون یه دونه تاب گذاشته وسط جنگل بالای کوه. تاب گذاشتن اینجا، منم که کودک درونم همیشه فعال، اومدم اینجا خود تاب بازی کنم. منظره پشت سرمون منظره شهره، خیلی جالبه. یاد بام تهران افتادم اینجا دیدم. خب برگردم منظره پشت سرمو ببینید، ضد نوره ولی خب شهر اونجا، حتما بپذیرید که اونجا شهره. اینجا هم یه آلاچیق زدن و بذاری دوربین رو برگردم ببینم میشه فیلم گرفت. آها گفتم که اینجا شهره، کسی باورش نمیشه. تو دل طبیعتیم در صورتی که یه ذره با شهر فاصله داریم. خیلی جالبه. بریم بالا، داره دیر میشه. خب توی مسیر شما میبینید که یه سری ها کفشاشون رو گذاشتن اینجا و کفشاشون رو در میارن و پا برهنه ادامه مسیر میدن. اینا معتقدن که بدن باید با کف پا باید به صورت مستقیم با زمین در تماس باشه تا انرژی زمین رو جذب کنه. خیلی جالب ایده شون و خیلی هم حس خوبی آدم روی گلا را بره پا برهنه. یا گفتم که شاید بعضی دیدن تو ویدیو این کفشا رو، من توی گفتی آشغال نمیریزن اینجا، این آشغال نیست، کفششون رو بعدا میان ور میدارن. خب یه سری پرنده رو اینجا صداشون رو میشنوید لای شاخ و برگ درختان. به اینا میگن اسپایدر هانتر. این اسپایدر هانتر ها
این اسپایدر هانترها تخصصشون خوردن عنکبوت هاست. پرنده های بسیار ریزی هستن، کوچولو کوچولو هستن و فکر نمی کنم اصلا دیده بشن، فقط صداشون میان. میشنید صداشون رو؟ جسدشون نصف اندازه یه گنجیشک معمولیه، خیلی کوچولو کوچولو ریزه میزن. یه چیز خیلی جالبی که توی طبیعت همیشه نظر منو جلب میکنه این مورچه هان. مورچه های بسیار متنوع از نژادهای مختلف توی این جنگل ها من میبینم که هر کدوم با اون یکی طرز رفتارشون فرق میکنه و همیشه اینا من شگفت زده میکنم با رفتارهاشون. لذت میبرم از نگاه کردن مورچه ها تو طبیعت. یه استیک اینسکت که به قشنگی اینجا استتار کرده. چقدر زیباست این. خب بعد از تحمل مشقت‌های فراوان رسیدیم به بالای تپه. همچنان هیچ اثری از گرازخان نیست. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بریم جلوتر ببینیم داستان از چه قراره. میتونیم امروز چیزی ببینیم یا نه. اینجا رو افراد محلی برای خودشون این سطح رو صاف کردن بالای تپه رو و اینجا رو به صورت یه باشگاه بدنسازی درآوردن. همونطوری که میبینید با وسایلی خیلی ابتدایی مثل سیمان و یه لوله دمبل و هالتر درست کردن، یه جایی برای ریفلکسولوژی درست کردن اونجا و اینجا برای تمدد اعصاب پیرمردا میان. خانم مسن که نداریم، خانمای جوون میان و یه جای باحالی شده دیگه. و من فکر کنم که باید برای گراس‌های خوره دیگه، برای دیدن گراس‌های خوره دیگه پیش بریم، چون اصلا اینجا هیچ اثری ازشون دیده نمیشه. بریم ببینیم چی پیدا می‌کنیم. اینجا ردپای گرازا رو می‌بینیم، ردپاشون هم تازه است. میبینید گرازا به باغبون‌های جنگل هم معروفن. اینجا رو به شدت کندن و شخم زدن، دنبال حشرات میگردن اینجا و برای اینکه دنبال حشرات میگردن خب خاک هم شخم میزنن دیگه و خیلی خوبه این برای جنگل. کلن وجود گرازها برای بقای جنگل و اکوسیستم اجباریه، ضروریه. همچنان اینجا دارم ادامه مسیر میدم بدون اینکه هیچ اثری از این خوشگلا ببینم و نمیدونم کجا رفتم. اینجا یه دونه لونه موریانه است. معمولا توی لونه موریانه ها توی سوراخ‌هاشون میشه مار پیدا کرد. ما امروز دنبال مار نیستیم. چیزی که ما دنبالشیم یه چیز دیگه است. یه کارپنتر بی فوق‌العاده خوشگه پرواز کرد. گرازا رو پیدا کردیم. بعد از تحمل دوری های فراوان بالاخره اینا اومدن خودشون رو نشون دادن. همونطور که میبینید میان از دست غذا میگیرن اینا، هرچند غذا دادن به حیوانات توی طبیعت کار درستی نیست، ولی خب برای که به شما نشون بدم بیارمشون نزدیک مجبور شدم از نون استفاده بکنم. حیوان های بسیار آرومی هستن، اصلا حالت تهاجمی ندارن و همونطور که میبینید خیلی هم رفیق شدیم با هم دیگه. بچه هاشون خیلی خجالتی ترن نسبت به بزرگا. واقعا دیدنشون توی طبیعت از نزدیک یه چیز دیگه است.
خیلی خوشگله. جستجوهامون نتیجه داد و این خوشگلا اومدن. اینا بچه هاشونن و گرسنه میگن گراس ها حیوانای تهاجمی هستن، ولی همونطور که میبینید اینجا وسط جنگل گراس های وحشی، تنها حیوانی که رام نمیشه به نظر من انسان ها هستن. یه خانواده هن، پدر و مادر و سه تا بچه بودن. آه سه تا نه چیه؟ آی گاز گرفت. یعنی غذامو بده. حتی گازش زیاد چیز نیست، فقط پوزهشو اینجوری زد بهم که یعنی غذای منو بده و واقعا حرف نزد. خب دیگه هم یه مورچه قول پیکر اندازش فیلم کنم بوده 20 برابر مورچه های معمولیه، عظیم و جسته است. دوستای عزیز یه دونه مار اینجا دیدم، نمیدونم چگونه یه فکر کنم ریسره. بله مار بسیار خوشگلیه. یا اینجا ببینم تو رو. ای جونم چقدر خوشگله این، چه شعر و نگاه کن. خب بیا، خب بهمون مارم نشون داد طبیعت زیبای اینجا. کجا میری؟ بیا اینجا با هم یه ذره معاشرت کنیم عزیزم. بیا اینجا ببینم تو رو، کجا میری آخه تو؟ چقدر مار بزرگی هم هست. دومه ای ما رو بگیرم که در رفت. چقدر خوشگله. خب یه ذره برم جلوتر. زیاد اهل معاشرت نیستش این مار، دوست داره به حال خودش رهاش کنیم. فکر کنم ریسره. چقدر خوشگله. برو به سلامت عزیز دلم. برو دیگه، برو اینجا وایسی، من مسمسه میشم بگیرم اتا.